اینه که برگرده به یک نفر، به همسر آیندهش و جدیدش بگه که نه تو چون مادر یا پدر طبیعی نیستی داری این کارا رو میکنی، تو حق نداری فلان بکنی، چرا این حرفا رو زدی، یا و این وسط این شخص مهمترین شخصیه که میتونه یا این روابط رو تنظیم بده یا با طریقی که داره برخورد میکنه تمام این روابط رو به شکست ببره و برست. اون نقش اون آدم خیلی خیلی مهم میشه. یه چیزی که البته دیگه ممکنه ما وقت نداشته باشیم و اینه که ازدواج پدر یا مادر برای یه بچه از یه نظر دیگه هم خیلی مهمه. مهمه اینه که اوکی، امیدی که پدر و مادر من به هم برگردن دیگه از بین رفته، اون همه که در به اصطلاح بچه بالاخره خودشو ادابته میکنه، ولی اون هم یک به اصطلاح شوکیه که خیلی خوب اگه اینا ازدواج کنن، برای همین یک به اصطلاح یک موقعیت پایه‌ای میشه که بچه یه مقداری مخالفت اون اول داشته باشه و ناراحت باشه از این مسئله. و سوگواری کامل برای این مسئله ای که دیگه این دوتا قراره که پیش شخص دیگه پیش هم نباشن، یعنی اون امید برای بچه، چون همیشه بچه ها میدونین که همیشه فکر میکنن که خب یه روزی پدر مادرم پیم بر میگردن و این در واقع مثل به اصطلاح خاتمه اون امید هست و اینم باید ما بدونیم. البته در هر حال پدر مادرها ازدواج دوباره میکنن وقتی که طلاق میگیرن، بیشترشون، اکثرشون، و بالاخره این یک به اصطلاح پله در استیجی، پله در به اصطلاح زندگیشون هست که دوباره ازدواج کنن و تشکیل خانواده بدن، بنابراین این پیش میاد ولی باید تمام اینها رو رعایت کنن که برای سلامتی بچه‌شون و برای بهتر بودن رابطه خودش. اینی هم که در یک خانواده کودکان متفاوت از خانواده‌های متفاوت دارن با هم زندگی میکنن، اون هم خیلی مهمه که وقتی ما یک پدر مادر چند تا بچه دارن، به هر صورت بچه‌ها با هم دیگه دعوا میکنن یا برای تاییدیه پدر مادر، توجه پدر مادر، دعوا میکنن، جنگ میکنن، بازی در میارن، تست میکنن که اینو دائم بگیرن. خیلی هاشون هم این هستش که نه این بچه باباست یا این بچه مامانه، این مامیز بوی یا دادیز گرل، و برای خودشون تعیین کردن و نصف کردن پدر مادر رو. اگه سه چهار تا هستن هر کدومشون مشخصه که پس یکیشون فیوریته دیگه، بهترینه برای پدر یا مادر. بعد که این دو تا کودک از دو تا پدر مادر میان در یک جا قرار میگیرن، اون هم یک مشکل دیگه ای رو که به وجود میاره اینه که روابط احساسی هر شخصی با فرزند خودش مشخصا هم شاید بهتر باشه، هم نزدیکتر و صمیمیتر میشه. و اینه که ما ادای اینو در بیاریم که نه شما دوتا هیچ کدوم بر من متفاوت نیستین و هم هر دوتون مثل هم هستین، این ادا اصول در آوردن و این نوع تئاتر بازی کردن ها انقدر مشخصه برای بچه ها که بهتر انجام نشه. یعنی ممکنه که من برگردم بگم که ببین مشخصا این کودک منه، بچه منه، خب من خاطری باش دارم، خیلی دوستش دارم و تو هم دارم تو یک سال یا شیش ماه باهات آشنا شدم و تو همین شیش ماه خیلی تو دلم جا گرفتی و دوستت دارم و آره ممکنه که با هم متفاوت باشین از نظر خاطره‌ای که با هم داریم، ولی این رو میتونی بدونی که نیت من برای اینی که در بهبود هر دوتون باشه، نیت من اینه که اون کاری که انجام میدیم برای هر دوتون مهم باشه، همیشه سر جاش هست. یعنی اینی که بهبود شما مطرح باشه هر دوتون یکسانی. بله دقیقاً، این خیلی مهمه که بهبود دو نفرتون، که ما میبینیم خیلی از این مسائل پیش میاد، یعنی تو قلبشون شخص ممکنه خب بچه خودشو خواه ناخواه ممکنه بیشتر دوستش بشه، ولی از نظر رفتاری و از نظر اینکه سلامتی هر دوتاشون مهمه، بهبود هر دوتاشون مهمه، اون رو باید واقعا تساوی باشه. این خیلی دقیقاً. مهمه دقیقاً. خیلی به هم مهمه. تساوی باشه هم گفت که این رو بچه هم بدونن که عدالت رو من انجام خواهم داد بین شما دو نفر و بین هر کسی که در خونه هست، نه که فقط شما دو نفر، هر کسی که در خونه هست قراره که این عدالت براش باشه و زندگیش بکنه. مرسی از اینی که تشریف آوردین. میدونم که میگم راه طولانی در پیش دارین و یک ساعت و خورده ای رانندگی میکنین تا اینجا برسین، ولی لطف به ما دارین و بینندگان عزیز ما. خوشحالم که تونستم بیام.
دوستان عزیز، خوشحالیم که با ما بودیم. امیدواریم که تونسته باشیم یک مقدار نوری روشن کرده باشیم یک سری از مسائلی رو که خب چون طلاق زیاد هست، به خاطر همین مشکلیه که خیلی از خانواده ها واقعا باهاش دست و پنجه نرم میکنن، و شاید روش هایی رو که خانم دکتر خضرایی براتون باز کردن کمکی بکنه به آینده‌ای که برای زندگیتون داشته باشین. اگر مایل هستید که با کانون پرورش روان تماس داشته باشید که در اختیارتون هست، شماره ها میتونید تماس داشته باشین، یا اگر ایمیل مایل انجام بدین با سوال هاتون که دوباره براتون مطرح کنیم. مرسی از اینکه با ما بودید. روز و شبتون خوش. هفته آینده در همین زمان با شما خواهیم بود.